خب دوستای عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همتون. امیدوارم که نمیدونم چه آرزویی بکنم، چون میدونم حال همتون، حال بیشتر شما خوب نیست، حال مثل من. امیدوارم که تا اینجا با آموزش های من کمی درک و نگاهمون نسبت به جهان هستی و جایی که در اون زندگی میکنیم کمی واقع بینانه تر شده باشه و در واقع کمی آگاه تر شده باشه نسبت به اینکه ما در کجا قرار داریم، در کجای دنیا قرار داریم و اندازمون چقدر هست و خیلی چیزهای دیگه که جز جهان بینی های نجوم تعریف میشه. تو این ویدیو نمیخوام آموزش خاصی بدم، فقط میخوام چیزهایی رو بگم که تمامی دستاوردهای من از علم نجوم هست و اون چیزی که علم نجوم به من داده و من اون رو تقدیم شما میکنم. حالا هر کسی بسته به میزان جهان بینیش میتونه از اون برداشت کنه. میخوام در مورد مهمترین دستاورد علم نجوم و مهمترین عکسی که علم نجوم تا الان گرفته و به نسل بشر تقدیم کرده صحبت کنم. ببخشید کمی صدام گرفته است و این به بزرگی خودتون ببخشید. کمی با این نرم افزار نسبت به مقیاس ها و اندازه ها آگاه شدیم، اینکه منظومه شمسیمون چه اندازه ای هست و سیارمون چه اندازه ای هست و ما چقدی هستیم. میخوام یک شبیه سازی خاصی رو انجام بدم برای اینکه شما رو به یک درک و یک نگاهی برسونم که اگر ما این درک و نگاه رو زودتر عمومی ترش میکردیم و همه انسان ها، حداقل همه مردم ما میتونستن یک برداشت کوچیکی حتی از این نگاه رو داشته باشن، هیچ وقت این خشونت هایی که امروز میبینیم و واقعا ناراحت کننده است هرگز نخواهیم دید، نمیدیدیم حتی. خب بریم در مورد این دستاورد علم نجوم صحبت کنیم. ببینید، این منظومه شمسی ما هست. خورشید در وسطش قرار داره و چند سیاره که زمین ما هم هست، یکی از این سیاراتی هستش که به دور خورشید میچرخه. اینجا ما بعد 50 سال، 40 خورده ای سال، اینجوری بگم که ما 40 خورده ای سال پیش موفق شدیم 2 تا فضاپیما بفرستیم که از سیارات منظومه شمسی ما یک سری دیتا و اطلاعات به ما بدن. و این چیزها، فضاپیمایی که ساختیم در سال 2013، یعنی حدوداً بعد از 40 سال، تازه موفق شدن که از لبه های منظومه شمسی ما خارج بشن و وارد فضای میان ستاره‌ای بشن. شاید شنیده باشید فضاپیماهای وویجر 1 و 2، که اینجا شبیه سازیش رو میبینیم و اینکه مسیری که پی کرد و این داره در واقع نشون میده آخرین سیارک که پلوتو بود رو چطور پشت سر گذاشت و اومد و بعدش پرتاب شد به بیرون منظومه شمسی. یعنی من اگه فاصله بگیرم، شما میبینید که این داره از منظومه شمسی ما خارج میشه. میبینید مسیرشو این طرفی داره به سمت بیرون فضای منظومه شمسی ما حرکت میکنه. این فضاپیما ها وویجر 1 و 2 نام داشتن که شاید اسمشو شنیده باشید. موقعی که فضاپیمای وویجر 1 به این لبه های منظومه شمسی رسید و داشت وارد فضای میان ستاره‌ای میشد، به دستور کارساگان که یکی از مدیران این پروژه بود، یه حرکتی انجام داد و به جای اینکه دوربینش به سمت روبرو رو نگاه کنه و فضای میان ستاره‌ای رو در واقع عکاسی کنه، در لحظه آخر خروجش به سمت داخل منظومه شمسی ما برگشت، یعنی اینطوری،
و یه عکس از منظومه شمسی ما گرفت، در واقع عکس پانوراما گرفت که سیارات ما رو شامل میشد و همینطور کره زمین رو. این عکس رو به عنوان مهمترین دستاورد علم نجوم یاد میکنن به بشریت، چرا که وقتی این عکس رو نگاه میکنید شاید دفعه اول اصلا متوجه چیزی نشید، متوجه فقط ببینید یه سری خطوط رنگی هستن که اینطوری توی عکس افتادن، اما با کمی دقت به این عکس متوجه یک نقطه کوچولویی میشید در اینجا که میبینید، این نقطه کاملا تار و بسیار کوچولو که در اندازه یک دهم پیکسل. این نقطه کوچولو که در واقع زیر عشی مثل یک ذره گرد و غبار هست در کمنگار معلقه در اشعه نور خورشید، این سیاره ما، خانه ما و کره زمین هست. با کمی درک و نگاه به این عکس مهم میتونید ببینید که تمام انسان ها، تمام اسامی که ما شنیدیم تو زندگیمون، تمام اتفاقات، تمام چیزهایی که دغدغه و مشکلات زندگیمون هست، تمام آرزوهامون، تمام رویاهامون و همه اینها در همین یک دهم پیکسل خلاصه میشه و متاسفانه روزهایی هستیم که شاهد این هستیم که عده‌ای برای این که حکومت کنند بر ذره ای از این نقطه میان و جان انسانهای دیگه ای رو میگیرند که بتونن که بخوان ذره ای از این نقطه رو برای مدت مثلا بیشتری تحت اختیار خودشون داشته باشن. این عکس رو من تقدیم میکنم به همه شما و از شما میخوام که چنین فرهنگی رو، چنین نگاهی رو گسترش بدید و مطمئن باشید اگه چنین حرکت‌هایی گسترش داده میشد و علم نجوم پابلیک‌تر میشد، عمومی‌تر میشد، باور کنید هیچ وقت چنین خشونت‌هایی رو که امروز می‌بینیم و هر روزم داره یه جوونی داره پرپر میشه، هیچ وقت چنین تصاویری رو نمی‌دیدیم. حداقل کمتر می‌دیدیم. چون امکان نداره کسی این عکس رو درک کنه و این نگاهمون رو نسبت به جهانی که هستی رو بفهمه و بعدش بیاد مثلا با باتوم تو سر یه دختر بچه بزنه و اونو بکشه.
ما که اومدیم که برمگردیم. یه شهید باکریه وصیتی دارد، میگه که برید دعا کنی چه هیچی، چون که بعد جنگ میگه رزمنده ها دو سه دسته میشه، یه دسته که غرقی پول و مادیات و اینا میشه و کلن یادشون میره که چی کار کردن، چی کار بودن، یه دسته که کلن پشیمونن از گذشتشون و میگه که فقط یه دسته هستن که وفادارو بگذشتن، میگه اینا از شدت قصه دق میکنن، میگه برید دعا کنید شهید شید. یه سربازه که امروز جونشو میده باید فردا مملکتش و خانوادش و همه توی رفاه و سایش باشه. ما هم یه ذره جونی داریم اومدیم بدیم در راه. با موقع دیگه نمان هستم نجوم در اینجا در خون غلطیدن یا رب شهدا یا جمعه خونین که مظلومانه کشته شدن، یا رب ما الها شهادت میدیم که اینها مستحق قتل نبودن، اینها مظلوم بودن بر نماز آمدن، یا رب اینا کسی را اینجا نکشتن، کشته شدن، مجروح شدن، زخمی شدن، یا رب بر شهدای جمعه خونین و بر شهدای سال 72 در مسجد مکی که مظلومانه هم به شهادت رسیدن و آنجا هم رسیدگی نشد، یا رب درای رحمتت را بر همه باز بفرما و بهترین رحمت ها را بر تمام شهدای ما نازل بفرما، بر جمیع کسانی که در این اعتراضات کشته شدند در هر جای از ایران، یا الله بر همه تراهم فرما و رحمتت را بر همه نازل بفرما، زاهدان تا سنندج و از زاهدان تا تمام شهرها، یا الله کسانی که مظلومانه حقشون کشتن نبوده، قصاص و قتل مرتکب نشدن، همه این مظلومان در جوار رحمتهای خود جا عنایت فرما. یا رب تو این مملکت زندگی می کنیم و این کشور خانه ماست، یا الله این مملکت مملکت ماست، این سرزمین تو به ما به ملت ایران دادی، یا رب برای ملت فرج بیاور و کشادگی بیاور، یا الله یا الله یا الله فریاد را بشنو و یا الله یا الله رسیدگی، یا الله رسیدگی، یا الله جو اختناق و جو فشار که بر این کشور ما مدت حاکم است و هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه، یا الله این جو اختناق و فشار و یا الله بردار از این مملکت، یا الله اینجا آزادی بیاور که مردم حرفشون را بزنه، یا الله ملت ایران فریاد آزادی میزنه، آزادی حق یا الله این ملت، یا الله تو عالم الغیبی و همه چیزا بهتر از همه میدانی، یا الله این مردم آزادی بده، یا الله تو این مملکت آزادانه تو را بندگی کنیم، آزادانه حرف بزنیم، ترس و خوف حاکم نباشه، یا رب این مهمترین خواسته مردم تک تک مردم آزادی است، یا الله آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و فکر، آزادی مذهبی، آزادی همه چیزی، دین آزاد، مذهب، یا رب یا رب رسیدگی فرما، یا الله خواست به برگه تو مطرحی، تو سرائط برای آزادی در این مملکت، یا الله فشار بردار، یا الله یا الله اختناق بردار، یا الله
یلا آزادی بیا و یا رب خط مطالبات و خواسته های ما را تو رسیدگی فرما، در اجابت را باز فرما، در سرنوشت ما تغییرات بیاور، در مقدرات ما، ما را در مقدرات ما دخیل بگردان، ما را در تقدیر ما، در سرنوشت ما یا رب ما را دخیل بگردان. خب دوستای عزیزم اگه ناراحتتون کردم عذر میخوام. احساس کردم که باید اینا رو با هم بشنویم. امیدوارم که نور آسمان و ستاره ها و کهکشان و تمام اجرامی که شبها به عکاسیشون میریم و به دیدارشون میریم به زندگی یکایک که شما بتابه و زندگیتون رو غرق نور و شادی کنه و این رو یادتون نره که من پیامم در تمام تایم لپس ها، در تمام عکاسی ها، در تمام آموزش های نجومم اینه که در پس تمام شبهای تاریک، اگه حتی در تاریکترین نقاط دنیا هم باشید، بعد از همه شبهای تاریک یک طلوع زیبای خورشید و نور رو خواهیم داشت. شبتون بخیر و آسمون دلتون پرستاره.